تشکر میکنم از شما. ایرج از آلمان. تقریبا فکر کنم سه تا سوال مونده از اون سوالی که بخوایم بهش بپردازیم. سوال اول جواب بدید. فرق نمی کنم اصلا. میخواید از همین مسئله ایرج از آلمان و پروین از خوزستان که در مشترک بود سوالشون چیه؟ حقوق بشر خب مسلماً اولویتی از هر چیزی داره. همه چیزی پروسه خودشو داره، ولی در بعضی موارد هستش که مصلحت هم قابل قبول نیستش. مسئله حقوق زن و یا امنیت جانی زن و یا اینکه زن به اصطلاح بتونه سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. اونجا نه باید هیچ چیزی رو نباید مد نظر قرار داد، نه رسوم و سنت‌های بلوچی رو و نه حقوقی که امروز ملاها میگن از لحاظ اسلامی هستش و یا حتی کسای دیگری از لحاظ قوانین دیگه میگن. حقوق زن باید کاملا محترم شمرده بشه و زن باید همون آزادی رو برابر با مرد داشته باشه. از لحاظ جسمی و باید حاکمیت خودش رو خودش داشته باشه و کسی نباید این مسئله رو، چون اساسا وقتی حزب مردم بلوچستان، ما به عنوان حزب مردم بلوچستان صحبت کنیم اینجا، وقتی مسئله حاکمیت رو مطرح میکنه، حاکمیت در خونه مطرح میشه، اونجا هم باید اگر چه پدر و مادر یک سری حاکمیت ها و اون حد رو کنترل میکنن، ولی وقتی که پسر و دختر به بلوغ خود رسیدن و باید بتونن ازدواج بکنن و باید بتونن زوج خودشون انتخاب بکنن، اونجا انتخاب مال خودشونه و حاکمیت کامل دارن در بدن خودشون و انتخاب خودشون. خب مسلما با پدر و مادر بر اساس تجویق دارن میتونن تجویق خودشون در اختیار اونا بگذارن و پیشنهاد خودشون رو بدن، ولی تصمیم آخر باید مال اونا باشه و به هیچ وجه زن نباید بر اساس هیچ گونه مصلحتی و نباید آزادی زن را فدای هیچ کدوم از مصلحت‌ها کرد. جامعه بلوچستان هم اگرچه عشیره‌ای بوده، ولی در جامعه بلوچستان به زن احترام قائل بودن و قبلا هم زن در جنگ شرکت کرده و بعد اون جنگ داره مهم کرد و این هم باید گفت که در جامعه ایران کلا، در تهران باشه و یا در بلوچستان و یا در جای دیگری، به اندازه بالا پایین نسبت به زن ظلم میشه و خیلی هم این مسئله مطرح میکنن که مثلا ما در بلوچستان این رسم ماست که مثلا زن باید خودشو بپوشه یا کمتر بیرون بیاد، در حالی که اینجوری نیست. امروز در کوهای بلوچستان بری زنها فعال‌ترین گروه از اجتماعی هستن، هم کشاورزی میکنن، هم دامداری میکنن و هم خونه رو تمیز میکنن، هم آشپزی میکنن و بیشترین کارها رو زن در خونه داره انجام میده. این هم از رسم بلوچی نیست، بلکه تعدادی از روشنفکرا و مدل کلاس بلوچی، اون طبقه متوسط بلوچ متاسفانه نسبت به زن دیدش خیلی بدتر از اونایی که بلوچی که در کوه زندگی میکنن یا بلوچی که به شکل اشعاری زندگی میکردن، دید اینا نسبت به زن خیلی تغییر آمیزتره و اینا در مدارس ایران تاثیر کردن در زمان شاه و در زمان خمینی. اینا هستن که باید نظرتشون عوض بکنن، ولی به هیچ دلیلی نباید ظلم و زور و نابرابری برای زن رو قبول کرد. و حقوق بشر همانطوری که بر اساس در همه چیز ترجیح باید داده بشیم، چون در حقوق بشر امروزی دنیا یه چیزی که خیلی از دنیا، گرچه سازمان ملل امروز کشورهای دیکتاتور در اون هستن و یه شکل غیر دموکراتیکی داره، ولی این حقوق بشر رو همه کشورها قبول کردن به صحت تعیین سرنوشته و این اولویت داره حتی به مرزهای کشورها، این اولویت داره به خواست پدر و مادر، این اولویت داره به خواست یک دولت برای امنیت، بلکه باید حقوق بشر رو به شکل کامل باید قبول کرد و باید به اون احترام گذاشت، هم به عنوان حق تعیین سرنوشت فردی که در خانواده چیزی که اشاره کردم، اگر چه خانواده حاکمیت خودش داره ولی وقتی بلوغت رسید زن یا پسر یا دختر باید به بلوغت خودش حق تعیین سرنوشت قبول بشه. یک ملت هم باید حق تعیین سرنوشت چه به شکل آزادانه میخواد با ایران زندگی کنه یا میخواد خارج بشه، از حقوق بشر باید تامین بشه و حقوق بشر همه این جنبه رو داره و امیدوارم همه در ایران در آینده و در همه اکنون هم کسایی که در رابطه با حقوق بشر کار میکنن به همه بخش حقوق بشر اعتقاد داشته باشن، نه فقط اونو بر اساس به اصطلاح کوچک حل بکنن. و قبلا من خودم هم در مقالاتی که می‌نویسم در رابطه مسائل بلوچستان میگم که مسئله بلوچستان با پینه‌زنی درست نمیشه، نه از طرف حکومت ایران، نه از طرف روشنفکرای بلوچ و سیاسیون بلوچ و رهبران مشیریتی بلوچ. باید مسائل بلوچستان هم مسئله زن باید حل بشه، باید مسئله حقوق بلوچستان هم باید حل بشه، حاکمیت بلوچستان، مردم بلوچ بر سرزمین بلوچستان باید حل بشه. ولی این حاکمیت خود میتونه آدم، حاکمیت هم یک چیزی هستش که آدم میتونه یه بخشیشو در بلوچستان خودش نگه داره و یک چیز رو حکومت مرکزی بده، ولی اون امکان زمانی داره که ملت فارس هم بخش از حاکمیتشو خودش نگه داره و بخشو به حکومت مرکزی بده و دخالتی در حاکمیت ملت بلوچ نداشته باشه. به همون شکل ملت کرد هم، ملت بلوچ در حاکمیت ملت کرد دخالت نکنه، بلکه فقط بخش از حاکمیت ملت کرد که در رابطه با
حکومت مرکزی داره حکومت مرکزی کنترل بکنه. ولی یه چیزی رو باید بگم که اوگا بشر اینجوری نیست، حاکمیت هم اینجوری نیست که یک بلوچ حق داره بزنه بلوچ زن بلوچ ظلم بکنه، چیزی که جمهوری اسلامی امروز میگه ما در ایران حق داریم مردم خودمون رو بکشیم. یک مرد بلوچ در هیچ شرایطی در هیچ جایی در هیچ مکانی بیش واجی حق نداره و این حقوق هم نداره، این حاکمیت هم نداره که از فیزیکی به بلوچ حمله بکنه، بزنه بلوچ حمله بکنه یا اوگوش رو از بین ببره و یا به شکل دیگری اونو به اصطلاح از فیزیکی خراب بکنه. این مسائل هم باید توجه کرد. حقوق حاکمیت به این معنی نیست که زندانهایی کرد مردم رو، زندانی سیاسی کرد و یا به دلیل اینکه مثلا یک زن اشتباهی کرده فلان سنگسارش کرد، بلکه در جای مناسبی باید محاکمه بشه. اگر مشکلی هستش در حد خانوادگی در حد خانوادگی حل بشه و اگر در حد به اصطلاح قانونی هستش در حد قانونی حل بشه. ولی این مسائل در حد قانونی نیستش. مثلا جمهوری اسلامی یک زنی رو گرفته میخواد سنگسار بکنه، بلکه این یه مسئله شخصی بوده و این اساسا دخالت رژیم نباید در این مسئله داشته باشه، بلکه باید روانشناس سوال بگه مشکلی هست از لحاظ روانی، رابطه خانواده باید پزشک میگم روانشناس خانواده باید به این مسئله رو حل بکنه. دخالت رژیم در این مسئله دخالتی هستش که نباید بشه، مسائل دیگه هستن. خب در هر حال می‌دونیم که جامعه ما مشکلات مخصوص خودش داره که در پروسه بدل بشن، ولی باید در هر شرایطی و در هر مکانی باید از حقوق زن دفاع کرد. یکی دیگه از سوالا، شما در رابطه با همون بلوچستان اصلی تو ایران یا پاکستان توضیح دیگه‌ای که ندارید؟ فعلا من خیلی ممنون. اگه بخوایم بپردازیم به اون سوال رئوف از لندن که در رابطه با گزینه نظامی بود و ناتموم موند به عنوان سوال آخر گفتگوی امروز. این گزینه نظامی نظر نیست، گزینه نظامی یک فکری نیست، یک سری بررسی و سناریوهایی هستش که متخصصان نظامی انجام میدن. ما به عنوان یک به صلاح حزب سیاسی